ساکنان شهر شهنشین العوامی در شرق عربستان با صدور بیانیهی بر ضرورت تلاش برای شکستن محاصره این شهر و جمعوری موانع بتونی از اطراف آن تأکید کردند. شیعیان در این بیانیه تاکید کردند که موانع موجود در این شهر نه تنها باعث انزوای آنها از شهرها و روستاهای مجاور شده بلکه روند جابجایی میان مناطق و محله های مختلف العوامی را نیز مختل کرده است ساکنان این شهر در بیانیه خود وعده های دروغین و تکراری مقامات سعودی درباره برچیدن موانع بتونی در منطقه العوامیه و خیابانهای آن به ویژه راه های اصلی ارتباطی با شهر صفوا در شمال، شهر قطیف در جنوب و شهرهای ادناسره از زهرا و دانه الرمز در غرب این شهر را محکوم کردند. درخواست جمعوری موانع در شهر شینشین العوامی زافر شهری استاندار القطیف را واداشت تا در مقابل رسانه ها برای شتاب بخشیدن به درخواست شهروندان العوامی و تأمین امنیت در این منطقه ادعاهایی را مطرح کند. اما او در دیدار هیئتی از اهالی علوامی که از وی خواسته بودند موانع بتونی را از این شهر جمعآوری کند به طور ضمنی به ابقای وضعیت موجود اعتراف کرد و مدعی شد که دفترش به روی همه باز است و شهروندان می توانند هر شکایتی را ارائه کنند شاید ذکر است هر مقامات رژیم آل سعود اعلام کردند که عملیات نظامی در شهر شینشین در نهم آگوست پایان یافته اما به گفته ی فعالان مدنی محاصره علنی علوامی به قوت خود باقی است و روند کشتار تخریب و موج بازداشت از طریق استقرار ده ها است بازرسی خودروهای زرهی و نظامی همچنان ادامه دارد و موانع بتونی در ورودی های این شهر نیز تردد مردم را مختل کرده است.